نفت. گویا قوه قضاییه ایران در نشستی خبری با اشاره به موضوع پیامک‌های تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران گفت پیامک‌های ارسال شده تهدید نیست و اگر کسانی تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید بهتر است اگر نهادی هشدار داده مشخص شود، چون اگر ندانیم مشکل ساز می‌شود. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران به صدای آمریکا میگوید قوه قضاییه ایران خود به عامل سرکوب روزنامه‌نگاران تبدیل شده و برنامه‌های نهادهای امنیتی را اجرا می‌کند. غیر مترتبه و تعجب انگیز نیست که آقای محسن اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی و معاون آقای صادق لاریجانی رئیس قوه تأکید کنه که این دست پیامک ها یا هشدارها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم اتفاق مهمی نیستش و تهدید محسوب نمیشه، چون که متاسفانه خروجی دستگاه قضایی برخورد با جریان آزاد گردش اطلاعات در کشور، سرکوب روزنامه نگاران مستقل، تهدید مطبوعات منتقد در جمهوری اسلامی بوده و هست و از هر ابزاری استفاده میکنه برای اینکه بیش از پیش تهدید کنه و محدود کنه روزنامه نگاران رو و وادار به خودسانسوری کنه. متاسفانه نه تنها دستگاه قضایی در ایران حامی روزنامه نگاران نیستش، بلکه خودش به اتکای البته نهادهای امنیتی اطلاعاتی و چون که متاسفانه عملا اجرا میکنه منویات نهادهای امنیتی و بازجوها رو، تبدیل شده به یک عامل تهدید کننده روزنامه نگاران در کشور و طبیعتا این اظهار نظر جدید آقای اژه‌ای به گمان من نه تنها تأسف برانگیز است، بلکه نشون میده که چطور یک اراده‌ای وجود داره در دستگاه قضایی برای اینکه بیش از پیش تهدید کنه روزنامه‌نگاری مستقل و منتقد رو در ایران.